در این مورد بیشتر بحث میکنم با مهمانم عزیز مارج، آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین که از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. آقای مارج، با برنامه خوش آمدین. پاکستان هنوز هم بدون وقفه همراه با ظلم و شدتش افغانها را از پاکستان به شکل اجباری اخراج میکنه. چقدر نگران کننده است این وضعیت حداقل به شما؟ تشکر. نخست سلام بر شما، سلام بر همکار تکنیکی شما، شنیدار بندگان تقدیم میکنم. این واضح است، جهان هم میفهمد، ممالک منطقه هم میفهمد، مقامات افغانستان و امارات اسلامی هم میدانند و افغان هم میدانند که پاکستان خلاف کنوانسیون 1951 که ویانا و پروتوکول 1967 در خصوص یا امور مهاجرین عمل میکنه، نقض میکنه، اصول بین نقض میکنه. و همچنان اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 ایجاد شده او را هم نادیده میگیره، اما جهان در این مورد نه اقدام میکرد. شش ماه ما به طرف که پاکستان اعلام میکرد که ما مهاجرین افغان یا افغان را از خاک خود بیرون میکنم. بله. با وجود که افغانستان تا اتک و تا باز دریای باسین خاک خود ادعا داره و این منطقه من مردم این ساحل همشان افغان هستند، اما باز هم پاکستان با بتنایی بسیار بزرگ و کلان این عمل پیش میبره. نه سازمان ملل متحد، نه امریکا، نه کشورهای ابرقدرت، حتی با شمول کشورهای بلاک شرق در این مورد کدام قاطعانه برخورد نکرد و نه کدام اقدام کرده. بله، باقای مارج، در این مورد حتما با شما بحث میکنیم که چرا پاکستان واقعا نمیگذاره به خواسته های جامعه بین المللی. ولی خب شما گفتین که عملا پاکستان داره خلاف نرم ها و اصول بین المللی حرکت میکنه در قبال مهاجرین افغان، او هم توأم با خشونت. حالا خشونت را که روا میداره پاکستانی ها در قبال مهاجرین افغان، سازمان ملل چه کرده میتونه در این قبال؟ سازمان ملل متحد مطابق منشور خود، سازمان ملل متحد سال 1945 ایجاد شده بخاطر صلح و امنیت، بخاطر عدالت، بخاطر دفاع از حقوق بشر. 111 ماده منشور سازمان ملل متحد تمام پس همین موضوعات است. به این خاطر وقتی که خشونت وجود داشته باشه، پس افغانستان هم عضو سازمان ملل متحد است. دولت ها نقش ندارد در ملل متحد، ملت نقش داره، ملل متحد. از سال 1946 به این طرف، اما این راجب این اتباع چکبام نکن. یک شورای هست علاوه بر اعلامی حقوق بشر، یک شورای حقوق بشر هم به سازمان ملل متحد است. اداره اونیسیا قطعنامه داره در این مورد، لایه داره و بودیجه اخذ میکنه، فعالیت میکنن. در مورد کمیشنری عالی ملل متحد یه همشان مسئول است در این مورد. یعنی چه کرده میتونه در عمل؟ حالا اگه اقدام بکنه، با باور شما چه کرده میتونه سازمان ملل؟ اصل مسئله، بنیادی مسئله که شاشت ما پیش پاکستان الله کلی بود که سازمان ملل متحد پولی که برای مهاجرین افغان برای مقامات پاکستان میداد ایرا مسدود ساخت و ایرا یا منع کرد، دیگه با توقف داد این پولا را. به او خاطر پاکستان بخاطر که تغذیش به پولای بیگانه است، همیشه یا کمیشن گرفته یا با بانه مختلف از کشورهای جان بانکای جانی مساعدات گرفته و یا قرضه گرفته، قرضه را دوباره در اعمال خود ولو اگه ظلم بوده، ستم بوده، جنگ بوده، این دوباره خود را رفع ساخته، به خاطر عادت کرده. کوچن ملل متحد پول توقف داد، پاکستان به خاطر جواب دادن جهان و سازمان ملل متحد این عمل پیش میبره. این که ظلم میکنه، فشار میره، این باز اضافه دیگه داره. آقای مارج، عملی که پاکستان میکنه خب عملا عمل است که در تضاد و مغایرت با قوانین بین المللی و تعهدنامه های است که شما هم به او اشاره کردین. من میخوام شما واضح تر بگوین سازمان ملل چطور میتونه پاکستان را پاسخگو بسازه در این قبال؟ سازمان ملل متحد مطابق فصل 5 ماده 42 43 منشور خود به شورای امنیت خود صلاحیت داده که او یک فیصله کنه. شورای امنیت مستقیما عمل میکنه، برخورد میکنه مطابق قطعنامه در سال 2001، مطابق قطعنامه 2513 علی در افغانستان هم اجازه نداد به امریکا که حمله کنه. با آمد و اینجا که به حساب نقص حقوق بشر و اینو آیا او جو یک نقص حقوق بشر نیست؟ در اون صورت خوب باید به کشورهای که عضویت ملل متحد داره و قوای نظامی هم داره
باید فیصله کنه مطابق فیصله شورای امنیت. اگر با ویتو مواجه نشه میتر اقدام کنه به اجرای معیارها بگیرن، یا یعنی اینکه برایشان یک تنظیم و ترتیب از طریق بودیجه و نیسیا و یا آی او ام و همچنان کمیشنری عالی ملل متحد در این باره میترسن که یک تدابیر خاص برایشان ایجاد کنه، صورتهای برایشان ایجاد کنه، اما هیچ عمل نکنه و مقامات کدام تعزیرات وضع کرد، نه محدودیتهای وضع کرد، نه کدام اختار برایشان داد و نه کدام عمل کرد. بله آقای مارج، درست وقتی میتونه سازمان ملل اقدام بکنه و میبینین پاکستان هنوز هم توأم با ظلم، فشار و خشونت مهاجرین افغان را بیرون میکنه از خاکش و خشونت میکنه علیهشان، چرا سازمان ملل تنها میه در حد یک اعلامیه و نکوهش اکتفا میکنه؟ چرا فکر میکنین که باید اقدام نشه از اون طرف؟ تمام کشورها بر قدرت کشورهای غربی، کشورهای شرق و ملل متحد همین خاموشی است و صرف به خاطر رفع مسئولیت خود یک اعلامیه پخش میکنند. این شکار را میاره که در این کدام برنامه بزرگ وجود داره، کدام برنامه است میخواد خاک افغانستان نارام بسازد؟ مثلا چه برنامه؟ کدام برنامه است که به خاطر نارامی افغانستان یا جابجا کردن بعضی اهداف خود میخواد آسیای مرکزی را نارام بسازد، یا میخواد بلاک شرق حریفای خود تحت تهدید قرار بده، انتقام حماس و جنگ اسرائیل و اینی مسئله بگیره، و یا که میخواد دوباره جنگ اوکراین رو تامان بزنه. حتما کدام مسئله که مورد اقدام نکرد. حتی طالبان سطور ششاف ماه که برسان مکرر مقامات پاکستان ها میگفتن که من مهاجرین بیرون میکنم، یا هم دقیق کم قاطعانه اقدامات نکردن که حداقل برعلاوه کار تانس که کم مهار کنه، اما به اون شکل که باید مهار میشد قبل از قبل برسان ساکن و معیشت و سهولت و ترانسپورت داده میشد، دفتن یک کار بحرانی، یک آفت طبیعی نبود، بلکه یک آفت بود که از قبلا اعلام شده تدابیر میگرد. متاسفانه این کار هم نکردن. ما در کل درست است که پاکستان فشار بالا طالبان میارم از این ظلم و وحشت و دهشت به خاطر خواستای از عملی شوه، خط دوران هم میخواد که به جهان و با بانان شامل که خط رسمی است. درست است که مثلا بعض مسائل دیگه استخباراتی آیسای بازی های خود داره، اما یا میخواد که دوباره پول به دست بیاره از کشورهای غربی، یا امکان داره کدام وظیفه داشته باشه پروژه ها پیش بره. اما در کل مهاجر افغان است. افغان است، مسئولیتش به نظامای افغانستان متوجه است. این همو اولاده همین مجاهدین هستن که 50-40-45 سال قبل رفتن و همین دعوا داشتن که پاکستان که جهاد افغانستان دفاع پاکستان، یعنی همی از پاکستان دفاع کردن. امروز امی اولادی از یا بزرد و شکنجه توسط مقامات پاکستان بیرون میشن، حتی خدا نخواسته بیزت هم میشن، چور هم میشن، پول هایشان گرفته میشن، همراهشان توهین و تحقیر هم میشن. دولت و نظام افغانستان که ادعای از این را داره ما امریکا را شکست دادم، روز را شکست دادم، فلانه، چرا 50 در مقابل 50 خاموش هست؟ انتظار شما چی است از حکومت سرپرست که چی باید بکنه در این قبال؟ خب شما میدانین وضعیت را، حتی پاکستانی ها اجازه نمیده به این افغان ها که پول خود را انتقال بتن به افغانستان. بیشتر از 50,000 کلدار را اجازه نمیده به این مهاجرین که بیارن، دار و ندارشان را در پاکستان ضبط میشه و اینها به شکل اجباری اخراج میشه. انتظار که شما دارین از امارت اسلامی چی باید بکنه در این قبال؟ ببینین وقتی که یک دولت، یک نظامی که او وقتایی که نظام نبود مثلا به یک بشکه و به یک وسایل بسیار کوچک ادعای از این را داره که ما امریکا را شکست دادم، 20 سال جنگ کردم، جنگ میتانه، جنگ میکردیم و میتونه قبلا از او با روسیه جنگ کردم. امروز که اگه حاکم هستین، توپ، توفنگ، تیاره، اردو، سلاح دست داشتی خود، سلاح جمهوریت، سلاح امریکا هم پیشتان هستن، با چرا اقدام نمیکنین؟ با ادای اول در قدم اول ادای خاک خود نمیکنن تا عتق و تا مارگله ای خاک ماستن. این خودش با پاکستان یا هم مشکل جا کردن است، هم خاک خود دوباره بگیرن. ولی شرایط مساعد است به امی تجارت که طرف آسیا مرکزی میره، یا تاکسی بیشتر سرش بازه کلی هم بازون بسازن. راهای دیگه هم وجود داره، آزادی خواهای بلوچستان هم میتونن روش بتن سپورت کنن. این ادایی که میکنن که تی تی پی در افغانستان است، افغانستان است، میشه که با او تماس بگیره، یک مشکل را، یک فشار را با پاکستان همی چال کنه. رای تجارتی را با ترانزیت را با پاکستان مطلق مزود بسازد، چابهار، آسیای مرکزی،
ایران چین استفاده کنند. خب زیان بیشتر در وضعیت آقای مارج خود افغان ها خواهد دید، ولی خب 400 هزار مهاجر عودت کرده عملا آمدن به خاک افغانستان، به اینها باید چطور رسیدگی شود؟ از سازمان ملل گرفته تا حکومت سرپرست افغانستان چطور باید با اینها همکاری بکنن؟ تو پیش از اینکه جواب بدم دو مسئله میگم، هر وقتی که در هر افغان پول پاکستانی دست باید خائن باید امرش رفتار شود. دومی که افغانایی که از اینجا خارج میشن فامیلای مقامات امارت اسلامی هم افغان است یا به خارج شود یا مانده شود. مسئله داخلی داخل خاک کشور تمام وزارت ها تمام مقامات در استیگوش خصوصا شاروالی های مختلف ولایت باید رسی اسکان دادن زمین دادن برای خانه برای رهایش اقدام کنند. تاجرا دولت از این بودیجه که موجود به دست هست دارن باشان مساعدت کنند چون افغان هستن و همچنان در میسه کار تحصیل به محرف مشکلاتشان دولت میتونه اقدام کنه و یا صورت ها رو به اجازه به بندازه باید مساعدت کنند که دیگه مهاجرین که در ایران هستن و در دیگه کشور هستن یا تشویق شوند دوباره بیاین به خواه خود امنیتشان رو تصمیل کنند به شکل شفایی نه بلکه عملی. تقریبا عقده نشیم در حدود زیاد را همین مسئل را انجام دادن تا امکاناتی که داشتن مقامات رفتن دید و بازیر کردن، اما این کافی نیست دید و بازیر کردن باید عملا در دیزه ساختن اسکان و مساعدت های خزایی و پولی باید اقدام کنن که زمستان است همچنان تیمای سیهی را برشان بسازن در دیزه تا سهولت ترانسپورت تا که ضرر نبینن متضرر نشن و تقریبا تا حدود زیاده پاکستان هم باید ما زیاد ملامت نکنیم به خاطر که علت مهاجر بودن ای افغان و پاکستان چی بوده، ای عامل علت باعث همین دولت های سابقه و ضعیف و دستشانده قبلی بودن که به نام جهاد به نام فلان افغانستان همی افغانستان قربانی هدف های قدرت های جهان شرق و غرب کردن و افغان را هم مهاجر کردن خانه خدا ویران کردن. بله خوب اگر فشرده بگوین نقش سازمان ملل چی بوده میتونه در حل این معضل، چون خب شما میبینین عملا فاجعه است، 400 هزار افغان آمده و اکثریت مطلق از اینها نه خانه دارن نه هم کار دارن و نه هم پول برای مصرف دارن چون دارایی هایشان پاکستان قید کرده، چطور باید اونها رسیدگی بکنن؟ چگونه باید فکر میکنین میانجیگری بکنن و دخالت در این قضیه فشرده؟ سازمان ملل متحد چین قبلا گفت مطابق فصل پنجم ماده 42 خودو اختیار داره که با مقامات پاکستان تسهیلات وضع کنه اختار به تو اقدام کنه. یک دومی سازمان ملل متحد کافی اندازه بودجه داره به این مورد کافی اندازه بودجه داره و کشورها بر قدرت جان برزیا بودجه میتونه و به این مورد کسی که یعنی هاده که بودجه میگیره حتما پروژه داره پروگرام دارن اینی پروگرام های پروژه هستن شورای قومیت هم میتونه به این مورد اقدام کنه. خود ملل متحد از طریق داری و میسیار خود تمام وسایل خیمه ها بودو باش و همه چیز ملل متحد قبلا به اختیار داری یک خواهدو 400 هزار به میلیون ها مردم جهان اگر مهاجر شو یا بحران بیا یا جنگ صورت بگیره یا تدابیر و وسایل و تجهیزات مکمل ملل متحد داره. این که دیجا غفلت میکنه و بلامعطف خاص خود داره پروژه داره این پاس جداگر دومی که جد جهان سازمان های بزرگی که چرتی و امداد رسانی وجود داره که در تمام کشور ها مثلا ما میبینیم چند وقت پیش در میانمار رو همچنان در سومالی و ببخش سودان همین اقدامات صورت گرفت و از طرف غیر سازمان ملل متحد دارد ملل متحد ورد اید و نهادهای بزرگی کمک رسانی جان ایام باید خاموش نواشن اقدام کرد تشکر کنم و در تاکرهای ملی بینالی بعد این مورد همه دستیه که بسازن که فاجعه کلان رفت شد. خیلی سپاسگزار حضورتان عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین در برنامه. تشکر شما.